سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به احتمال شعله ور شدن جنگ تمام عیار میان اسرائیل و حزب الله پرداختیم. چهارشنبه هفته گذشته 27 دسامبر برابر با 6 دی ماه 1402 هزاران نفر در میدان امام حسین تهران در تشییع جنازه سردار سید رضی موسوی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه قدس در سوریه، شرکت کردند و سپس دست به تظاهرات بر ضد اسرائیل زدند. سید رضی موسوی روز دوشنبه 4 دی ماه در حمله موشکی اسرائیل به زینبیه در جنوب دمشق کشته شد. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز چهارشنبه گفت پاسخ ما به ترور موسوی ترکیبی از عملیات مستقیم و عملیات دیگر توسط جبهه مقاومت خواهد بود. پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر و آغاز جنگ غزه، ارتش اسرائیل بر شدت حملات خود به خاک سوریه افزوده است. گفته می شود روز پنجشنبه 28 دسامبر نیز سپاه پاسداران 11 تن از مقام های ارشد خود را در حمله اسرائیل به فرودگاه دمشق از دست داد. از سوی دیگر حزب الله لبنان نیز از آغاز جنگ تا کنون روزی نبوده است که موشک به خاک اسرائیل شلیک نکند. با کشته شدن فرمانده ارشد سپاه قدس، حزب الله نیز بر حملات خود به خاک اسرائیل افزوده است. به گزارش اندیشکده آمریکایی مؤسسه مطالعات جنگ، شبه نظامیان حزب الله تنها در روز پنجشنبه 28 دسامبر 5 حمله به تأسیسات نظامی اسرائیل در شمال آن کشور انجام دادند. دیگر جنگجویان طرفدار ایران نیز 50 موشک به سوی منطقه گلیله شلیک کردند. از 7 اکتبر تا کنون 160 تن از جمله 19 غیر نظامی در درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری Associated Press در این درگیری ها 15 اسرائیلی از جمله 4 غیر نظامی کشته شدند. حدود 60,000 اسرائیلی وابسته به 40 جماعت ساکن در شمال اسرائیل خانه های خود را ترک کردند. به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت در حدود 75,000 لبنانی از جمله ساکنان بسیاری از روستاهای مسیحی نشین لبنان نیز برای فرار از بمباران های اسرائیل مجبور به ترک خانه های خود در مناطق مرزی شدند. به فرمان وزارت جنگ اسرائیل، شهر کریات شمونه در شمال غرب آن کشور تخلیه شده و ساکنان آن که جمعیتی بیش از 23 هزار تن را تشکیل می دهند به مهمانخانه های دولتی منتقل شدند. پیش از آن اسرائیل آبادی های دیگری را در نزدیکی مرز لبنان تخلیه کرده بود، اما تخلیه شهر کریات شمونه نشان دهنده وضع بحرانی مناطق مرزی اسرائیل با لبنان است. گفته می شود دولت اسرائیل به این نتیجه رسیده است که به زودی جنگ آن کشور با حزب الله آغاز خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نه ایران و نه حزب الله علاقه ای به گسترش جنگ ندارند، زیرا می دانند که با این کار هر گونه ثبات از منطقه رخت برخواهد بست. ظاهرا اسرائیل نیز خواهان گسترش جنگ نیست و اگر تهدید به واکنش نظامی گسترده تری می کند برای آن است که جامعه بین المللی و مقام های لبنانی حزب الله را زیر فشار بگذارند تا کمی آرام بگیرد. روز چهارشنبه 27 دسامبر بنی گانتس، وزیر پیشین دفاع
و رئیس ستاد ارتش اسرائیل که اکنون یکی از اعضای کابینه جنگی اسرائیل است گفت وضعیت در مرز شمال اسرائیل نیازمند تغییر است و افزود اگر جهان و دولت لبنان برای دور نگه داشتن حزب الله از مرزها و جلوگیری از حملات آن به ساکنان شمال اسرائیل کاری نکنند، نیروهای دفاعی اسرائیل این کار را انجام خواهند داد. فرمانده ارتش اسرائیل نیز گفت ارتش آماده مداخله است و در صورت گشودن جبهه دوم در شمال طرح‌هایی را به تصویب رسانده است. اما نباید فراموش کرد که حزب الله توانایی نظامی برتر و شبکه‌ای گسترده تر از حماس دارد. به گزارش گاردین فرانسه و آمریکا برای تنش‌زدایی میان اسرائیل و حزب الله سخت مشغول مذاکرات محرمانه‌اند و می‌خواهند حزب الله را راضی کنند تا نیروهایش را چنان که قطعنامه 1701 سازمان ملل مقرر داشته است تا شمار رود لیتانی در 30 کیلومتری مرز عقب براند. این قطعنامه برای پایان دادن به جنگ 2006 میان اسرائیل و حزب الله صادر شده است. بر پایه قطعنامه تنها ارتش لبنان و نیروهای موقت سازمان ملل می توانند در فاصله میان آن رود و مرز لبنان با اسرائیل مستقر شوند. مقام های اسرائیلی خواهان اجرای مفاد آن قطعنامه‌اند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در 22 دسامبر گفت آماده است به مفاد قطعنامه های بین المللی عمل کند به شرطی که اسرائیلی ها نیز به آنها متعهد باشند و با احترام به قوانین و قطعنامه های بین المللی از مناطق اشغالی لبنان خارج شوند. قطعنامه 1701 از زمان تصویب آن در 2006 تا کنون هیچگاه رعایت نشده است. حزب الله هرگز جنگجویانش را از منطقه مرزی بیرون نبرده است و اسرائیل هر روز به حریم هوایی لبنان تجاوز می کند. گفته می شود طرفین آن قطعنامه را تا کنون 30,000 بار زیر پا گذاشتند. افزون بر این تنها 1,700 سرباز لبنانی در منطقه مرزی مستقر هستند، در حالی که قطعنامه از استقرار 15,000 سرباز سخن میگوید. دولت‌های فرانسه و آمریکا در مذاکراتی که امروز محرمانه پیش میبرند میکوشند راه حلی برای اجرای آن قطعنامه پیدا کنند، وگرنه خطر گسترش جنگ میان اسرائیل و حزب الله نه تنها لبنان بلکه منطقه را تهدید می‌کند.